بسم الله الرحمن الرحیم. تا کی افسردن دمی از فکر خود وارسته باش. سر برون آر از گریبان معنی برجسته باش. سلام یاران همدل. یکی از فیلسوفان و حکمای باستان یونان که همزمان با افلاطون و ارسطو میزیسته است و بنیانگذار مکتب رواقی است، در حوزه فلسفه و ریاضی از اون معماهای زیادی یادگار مانده است و یک از نوابغ و اندیشمندان قدرتمندی بوده است که در تاریخ از او به نیکی یاد شده است. حکیم زینون الیائی است، همزمان معاصر و دوست پارمنیدوس بوده است. او جمله دارد که به انگلیسی ترجمه شده است: Man conquers the world by conquering himself. این جمله به فارسی می شود: انسان با تسخیر خود جهان را تسخیر می کند. انسان با نورانی کردن خود جهان را نورانی می کند. انسان با معماری خود جهان را معماری می کند. انسان با روشن نمودن خود جهان را روشن می نماید. دوستان، تا کنون 10 غزل از سروده های حکیم ابوالمعانی بیدل را به صورت بسیار فشرده و ابتدایی و خوانش گرفته و شرح دادیم. امروز می رویم سراغ غزل 11 که بنده انتخاب کردم. در این غزل ابوالمعانی بیدل توصیه های بسیار زیبا دارد. جا دارد که این توصیه ها را با خود زمزمه نماییم و تکرار نماییم که به مصداق همان گفته حکیم زینون است که باعث می شود شخصیت ما مستحکم شود. در بیت اول ابوالمعانی بیدل می گوید: تا کی افسردن دمی از فکر خود وارسته باش. ای انسان، چرا افسرده هستی؟ افسردگی ضد حیات و ضد زندگی است، در تقابل با حیات و زندگی قرار دارد. افسرده مباش. راه گریز از افسردگی چیست؟ وارستگی از فکر خود، از اینکه جهان را برای خود بخواهم، آن خود زمینی. تا کی افسردن دمی از فکر خود وارسته باش. وارستگی حقیقی گریز از لذات و نعمات دنیا نیست، گریز از توهمات و جهل خیش است. سر برون آر از گریبان معنی برجسته باش. اینجا میگوید ای انسان، برجسته باش، بولد باش، خرنگ باش، بلند همت باش، سرفراز باش، آسمان همت باش، همت آسمانی و بزرگ داشته باش. در هستی خود را جاودانه کن. در بیت بعدی میگوید: گر نداری جرأت از خانمان بر هم زدن، همچون می خون در جگر زین شیشه بشکسته باش. میگه اگر جرأت داری که برو در عالم وارستگی، زیرا وارستگی برجستگی می آورد. اگر میخواهی برجسته باشی، راهش وارستگی است. ولی اگر جرأت نداری،
ادعا نکن، گر نداره جرأتی از خانوان برهم زدن، همچومه خون در جگر زنشیشه بشکسته باش، افتخار نکن، بلکه بگو شیشه من شکسته است و مایع داخل من ریخته است. در بیت بعدی میگوید تا بفهمی ربط استعداد هستی و عدم، زین دو مصرع دور مگذر، انده پیوسته باش. میگه اگر میخواهی رابطه و معنای هستی را بفهمی، هستی در تقابل با نیستی است، این طرف هستی است، اون طرف نیستی است، تو انسان در مرز هستی و نیستی قرار داری. اگر بخواهی که در عالم هستی و به روح هستی آراسته شوی، معنی را بفهم، ارتباط خود را با هستی حفظ کن، چون همین که از هستی جدا شدی گرفتار نیستی می شوی. هستی کیست؟ خداست. تا بفهمی ربط استعداد هستی یا عدم، زین دو مصرع دور نگذر، اندکی پیوسته باش. خب چون مفاهیم ممکن است خیلی عمیق و ژرف شود، برویم و خسته کن شود، برویم سراغ ابیات بعدی. روزی اینجا در خور آدم دهن آماده است. روزی یعنی غذای روزانه. غذای روزانه را در زبان فارسی میگن روزی. روزی اینجا در خور آدم دهن آماده است، محرمی منقار ساز آن نهال پسته باش. مگه اگر توجه نمایی، در این عالم هیچ چیز و هیچ موجود زنده به تمام معنا محروم از روزی نیست. به اقیانوس و به دریاها نگاه کن، ماهی های کوچک، ماهیان کوچک دهان کوچک دارن، معده و ظرفیت کوچک دارن، می روند سراغ غذاهای کوچک. اما نهنگ های بزرگ، آنان نیز گرسنه نمی مانند، آنان نیز غذا مصرف می کنند. تو معده نهنگ آسا می خواهی داشته باشی، قوه و استعداد اینچنین داری، بسم الله. یا می خواهی مثل ماهیان کوچک در تون زندگی کنی، قوه هاضمه و استعداد تو تا چه اندازه است؟ در حوزه معنا، در حوزه اندیشه، در حوزه فکر، در حوزه هستی شناسی. تا روزی اینجا در خور آدم دهن آماده است، به اندازه ظرفیت تو عالم هستی برای تو خودش را می گشاید. عالم هستی خودش را بروی تو می گشاید. می گوید بفرما، بسم الله، هرچی می خواهی از این سفره نعمات هستی بردار. تو چه مقدار توانایی داری و هر اندازه که توانایی و لیاقت و استعداد و شایستگی و همت و صدق و اخلاص داشته باشی، بسم الله، از این سفره عالم هستی استفاده کن. روزی اینجا آماده است، اما در خور دهان. روزی اینجا در خور آدم دهن، یعنی در خور دهان آدمی آماده است. محرم منقار ساز آن نهال پسته باش. مگر نهال پسته باش، میوه های شیرین از خود بده. اگر میوه شیرین دادی، عالم هستی هم به تو آبیاری میکند، دقت میکند، باغبان هستی از تو محافظت میکند. خب سراغ بیت بعدی برویم. عزم صادق می رهاند چون تنت از بند تب، شاید از پستی برون آیی کمر می بسته باش. عزم صادق می رهاند. اگر رهایی می خواهی، اگر می خواهی خودت را از غمها آزاد نمایی، دوستانت را، جهان را میخواهی، برای جهان رهایی، تحفه رهایی بخش داشته باشی،
عزم صادق داشته باش. عزم صادق می رساند چون تنت از بند تاب. شاید از پستی برون آیی آن کمر می بسته باش. عزم صادق این می خواهد که انسان کمر خود را ببندد. در جهان عرصه پیکار است، عرصه مجاهده و سعی و تلاش است. واژه مجاهده که در قرآن هم آمده است، مهمترین مجاهده این است که انسان توانایی های خیش را کشف نماید، در این راستا مجاهده نماید. والذین جاهدوا فینا بگفت، والذین جاهدوا عنا نگفت. انسان مجاهده کند در راستای اون بعد معنوی و تربیتی و قدسی و خدایی خود، در اون راستا. عزم صادق، با عزم صادق انسان میتواند مجاهده نماید و از خود انسان جدید، انسان بزرگ، انسان معنوی، انسان ماندگار بیافریند. ما نمیتوانیم جهان را تغییر بدهیم. وقتی که خود را تغییر دادیم، اون وقت میتوانیم جهان را تغییر بدهیم. عزم صادق میطلبد این را. اذا عزمت فتوکل علی الله واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. قرآن میگه ای پیامبر، وقتی که عزم کردی فتوکل علی الله، در این راستا توکل بر خدا کن. در جای دیگر میگه صبر پیشه کن، واصبر علی ما اصابک، در راه خدا، در راه ارزش ها هرچی مصیبت آمد صبر کن. این ذلک من عزم الامور. در دعای کمیل میخوانیم حتی اسرع الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ادنو منک دنوب المخلصین و خوفک مخافت الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند. آری حافظ شیرین سخن میگوید ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند. هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، اگر میخواهی که عالم ملک و عالم طبیعت بروی تو خود را بگشاید، در این عالم پیروزی به دست آوری، این عالم را فتح کنی، خدمت جام جهان نما بکن. اگر میخواهی در عالم معنا، در عالم ملکوت نیز فتوحات نصیب تو شود، باز هم خدمت جام جهان نما بکن. خدمت جام جهان نما یعنی اون قلب و اون استعداد خودت را در راستای نورانی شدن بگذار، خدمت کن. در بیت بعدی بریم سراغ بیت بعدی. در بیت بعدی این چنین میگوید دخل بی جایت ز درد اهل معنی غافل است. ناخنی تا هست دور از سینه های خسته باش. ما یک دخل خالی داریم و یک دخل داریم پر. اینجا میگه دخل بی جایت، یعنی دخل که واقعا در او چیزی جمع نشده است و خالی است. دخل بی جایت ز درد اهل معنی غافل است. تو توهم خیال میکنی که دخل تو حامل سود و سرمایه است. سود و سرمایه با تو نیست. تو گرفتار در توهم هستی که من کسی هستم و کاره شدم و انسان مهم برای خودم هستم. دخل بی جایت ز درد اهل معنی غافل است. اگر میخواهی در داخل خود چیزی بیافزایی، برو مردان معنا را نگاه کن. اون وقت میفهمی که داخل تو خالی است. داخل بی جایت ز درد اهل معنی غافل است. ناخن تا هست دور از سینه های خسته باش. میگه که با ناخن خود سینه کسی را خسته نکن. اطفال خردسال موقع آشامیدن شیر از سینه مادر ممکن است که خراش وارد کند. ای انسان، کسی را آزرده نده.
کسی را آزار مده، کسی را آزرده نکن از خود. ناخن تا هست دور از سینه های خسته باش. در بیت بعدی می خوانیم: چند باشی از فراموشان ایام وصال، رنگ های رفته یادت می دهم گلدسته باش. گلدسته بودن یعنی گلدسته، مثلا منابع، مثلا مساجد، مراکز معنوی، مراکزی که مردم اونجا رجوع میکنن گلدسته دارد. و گلدسته نماد این هست که در اونجا اذان حقیقت گفته میشود، به انسانها یادآوری میشود که انسانها بشتابید به سوی سعادت. در گلدسته ما ارتفاع میبینیم، اوج میبینیم. گلدسته به طرف آسمان رفته است، حواس انسان را به طرف بالا میبرد. گلدسته حاوی نقش و نگار و رنگ های متفاوتی است که این رنگ ها انسان را با انسان سخن میگوید، ذهن انسان را معنوی میکند. میگه که من میخواهم بگویم که گلدسته باش، رنگ های معنوی داشته باش. چند باشی از فراموشان ایام وصال، از وصال به حق و حقیقت، از وصال به ارزش های جاودانی گرفتار فراموشی شده ای. رنگ های رفته یادت می دهم گلدسته باش. خواستم از دل برون آرم غبار حیرتی، مگر خواستم تا از دل اون اسراری که با خود داشتم اونها را بر زبان بیاورم و بر قلم بیاورم و بیان کنم. خواستم از دل برون آرم غبار حیرتی، تا به لب آمد نفس خون گشت و گفت آهسته باش. این گفته های من با خود یک نوع سوز و گداز داشت، تا به لب آمد نفس خون گشت و گفت آهسته باش. هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن، و لب همه مطالب گفته نمی شود. سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی و جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بی آسایم دمی. زیرکی را پرسیدم آدمی در عالمی خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر باید ساخت و زنو آدمی. بیت آخر این غزل این چنین است: از اقامت شرم دارد بیدل استعداد شمع، هر قدر باش در این محفل زپا ننشسته باش. شمع رو ما میبینیم، شمع لحظه اول که روشن میکنیم ارتفاع بلند است، بعد هی سوخته و سوخته به طرف پایین کوتاهتر و کوتاهتر میشود. میگه در هر قدر و مقامی که هستی از پا ننشین، هر قدر باشی در این محفل، در عالم هستی، کم هستی، زیاد هستی، زپانن شسته باش. مثل شمع از خود نور بیفشان، نگو که من شمع بلند نیستم، شمع کوتاه هستم. از اقامت شرم دارد. اقامت یعنی نسوختن. از اقامت شرم دارد بیدل استعداد شمع، هر قدر باشی در این محفل زپا ننشسته باش. خب در این ابیات بیدل چند توصیه کرد. یکی این که باش، نگفت بکن. بکن یعنی برو کار رو انجام بده، باش یعنی حالت خودت، خودت مهم هستی، بودنت مهم است، اون شدن تو مهم هست. چگونه باشی؟ پیوسته باش. در اینجا در این جا گفت که وارسته باش، و وارستگی برجستگی می آورد. در داشنا بودن را به ما توصیه کرد، گفت بشکسته باش، متواضع باش، با خدای متعال پیوسته باش، و مانند نهال چون نهال پسته باش، میوه شیرین بده، عزم صادق داشته باش، کمر میبسته باش، و همانند شمع زپا ننشسته باش، و همانند گلدسته معزنه و پیام حقیقت را بر
لبان و بر رفتار تو. مردم ببینند. خب دوستان، این چکیده و اصاره بود که بنده کوشیدم در دقایق محدود که کسی خسته نشود این مفاهیم را حضور شما ارائه نمایم. صلاح دیدین بروید این غزل را پیدا کنید و بخوانید، بار بار تکرار کنید. صلاح دیدید این مطلب را دوباره گوش نمایید و دوستان خودتان به اشتراک بگذارید. وظیفه ما این است که حکمت را پاس بداریم و من یوت الحکمه فقط اوتیه خیرن کسی را، که دین هم گفته است خود الحکمه. امیدوار هستم که لذت برده باشید در پناه خدا.